بسم الله الرحمن الرحیم دکتر حسن زاده هستم استاد آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در مورد برین استم قرار هست که صحبت بکنیم برین استم یا ساقه مغزی بخش بسیار بسیار مهمی از مغز ما هست که مراکز حیاتی مهم در داخل اون قرار گرفتن و آسیب اون من میتونه منجر به مرگ بشه همونطور که میدونید برین استم از سه بخش تشکیل شده که شامل بصل نخا پل مغزی و مغز میانی است از پایین به بالا این سه بخش رو ما داریم که شامل بسلال نخواب پل مغزی و گفتم که مغز میانی هستش که بسالون نخا که در قسمت پایین قرار گرفته از طریق فرامن مگنوم با نخا ارتباط داره و در بالا بین بسالون نخا و پل مغزی یا پل وارول یک شیاری وجود داره به نام شیار پونتوم دولری یا شیار پلی بسالون نخایی که از داخل این شیار سه جفت از اعصاب کرانیال خارج میشن اعصاب زوج 6 هفت و 8 مغزی از داخل این شیار خارج میشن همونطور که میدونید از دوازده جفت عصب کرانیالی که ما داریم دو جفت اول جز استطالایی از خود مغزن جز خود مغز محسوب میشن و ده جفت بعدی از استم خارج میشن که چهار جفت انتهایی یعنی اعصاب زوج نه ده و یازده و دوازده از بصل نخواه خارج میشن مثلا نخا همونطور که ملاحظه میکنید در این تصویر یک سطح قدامی داره که ادامه سطح قدامی نخا هست و یک شیاری در سطح قدامیش وجود داره که شیار قدامی میانی نامیده میشه و در جایی که سطح قدامی بسل نخا با سطح خارجی بسل نخا تقاطع میکنه شیار دیگری وجود داره به نام شیار لترال یا شیار قدامی جانبی که از شیار لترال بسل نخا عصب زوج دوازده مغزی یعنی عصب هایپگلوس خارج میشه در نمای خلفی بسلا نخا ما شیاری رو میبینیم در خط وسط به نام شیار پستریور مدین که این شیار پستریور مدین دقیقا در امتداد شیار پستریور مدین است که در نخا وجود داشت و باز در جایی که سطح خلفی با سطح خارجی تقاطع میکنه شیاری در هر طرف وجود داره به نام شیار پسترولترال که از شیار پسترولترال بسر نخا اعصاب زوج 9 و 10 و 11 یعنی عصب فارنجیال زبانی حلقی عصب واگ و همچنین عصب اکسسوری خارج میشه در نمای خلفی بسل نخا ما دو بخش رو میتونیم ببینیم یک بخش تحتانی که بخش کلوز یا بخش بسته بسل النخا هست که دقیقا مثل سطح خلفی نخای گردنی است و در قسمت بالاتر بخش اوپن بسل النخا هستش که این بخش اوپن بسل النخا در تشکیل قسمت تحتانی کف بطن چهارم مغزی شرکت میکنه قسمت فوقانی کف بطن چهار توسط سطح خلفی پل مغزی تشکیل میشه و قسمت تحتانی توسط بسل النخا تشکیل میشه همونجوری که عرض کردم از شیار آنترولاترال عصب هایپوگلوس خارج میشه و از شیار پستولاترال مثلا عصب زوج 9 و 10 و 11 مغزی خارج میشن در سطح قدامی وصل و در طرفین شیار آنتریور مدین یا شیار قدامی میانی در قسمت فوقانی برجستگی وجود داره که اصطلاحا بهش میگیم پیرامید یا پیرامیس یا در حقیقت هرم وصل النخا که در عمقش الیاف نزولی وجود داره به نام الیاف کورتیکو اسپاینال که این الیاف در حقیقت راه پیرامیدال هم نامیده میشه اما در سطح خلفی در قسمت کلوز بین شیار پوستریور مدین و شیار پوستریور اینترمدییت فسیکولوس گراسیلیس رو ما میبینیم و بین شیار پوستریور اینترمدییت و پوسترولترال فسیکولوس کناتوس رو امتدادش رو میتونیم در قسمت کلوز و مشاهده بکنیم که به هسته های گراسیلیس و هسته های کناتوس در داخل و اینها در ختم میشن نکته مهم دیگری که اینجا وجود داره در نمای خلفی بسلا نخواه این استش که در کف بطن چهارم ما یک شیاری رو به نام شیار میانی میتونیم مشاهده بکنیم و در طرف این شیار میانی یا میدین سولکوس دو تا شیار وجود داره که اصطلاحا بهشون سولکوس لیمیتانس یا شیارهای محدود کننده گفته میشه این شیارهای محدود کننده در قسمت بالا که مربوط سطح خلفی پل مغزی هستش به هست در حقیقت در عمقشون هسته قرار گرفته به نام لوکوس که در مرز بین پل مغزی و مغز میانی هست هسته قرار گرفته و مرکز اتنشن هست و در قسمت پایین وقتی امتداد پیدا میکنه در حقیقت میرسه به بخش بسلان